سه روز مانده به پایان ضرب الاجل ایران و همزمان با چراغ سبز دولت جدید آمریکا به احیای برجام، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی وارد تهران شد. در 60 دقیقه امشب میپرسیم آیا مشوقهای بایدن برای بستن پرونده فشار حداکثری کافی است؟ ایران چندان راضی به نظر نمی‌رسد. از یک معاون سابق وزیر خارجه آمریکا میپرسیم بایدن قصد بهره برداری از فشارهای ترامپ را دارد؟ و از یک روزنامه‌نگار در تهران می‌پرسیم که هنوز اول کار است، چقدر توقع از بایدن در تهران واقع‌بینانه است؟ در ادامه برنامه امشب. بعضی هم اون وقت شبهه داشتن که نزدیک انتخابات، دو سه روز دیگه انتخابات میشه، این رو بگیم نگیم، من گفتم هیچ تردید نکنید. اعترافی دیر هنگام یا تلاشی تبلیغاتی در آخرین هفته‌های عمر دولت؟ روحانی می‌گوید او بود که جلو پنهانکاری درباره ورود کرونا به ایران را گرفت. ایران کشوری چند زبانه با نظام آموزشی تک زبانه. در روز جهانی زبان مادری میپرسیم چرا اینطور است؟ حالت میشه تو سر سلوا و بارون تو باشی بخوید. نگاه کن، نگاه اینجا، نگاه اینجا ببین. سرمای استخوانسوز و زلزله زدگانی که هنوز سرپناهی ندارند. اهالی سیسخ دومین شب را هم در خیابان به صبح رساندند. و روایت یک موفقیت، زنانی که پیشرفته ترین کاوشگر ناسا را تا مریخ هدایت کردند. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران است. یک روز بعد از اظهارات جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا درباره تمایل به گفتگو با ایران. البته ایران به نظر نمی آید که چندان از تازه ترین اقدام های تیم جدید کاخ سفید دلگرم شده باشد. دولت بایدن نامه‌ای به سازمان ملل نوشته و رسماً فعال کردن سازوکار ماشه را پس گرفته. سازوکاری که دولت ترامپ سعی داشت آن را برگرداند تا بهمنی از تحریم‌های بین‌المللی بر سر ایران فرود بیاید. برداشتن ممنوعیت سفر دیپلمات‌های ارشد ایرانی به سازمان ملل و تمایل به گفتگو با ایران گام‌های دیگر دولت بایدن است. انتظارات مقام‌های ایران بیشتر بوده، به همین دلیل قاطعانه گفتند که در مرحله اول اجرای پروتکل الحاقی را متوقف می‌کنند و جلو بازرسی‌های فوری آژانس را می‌گیرند. مشوق‌های بایدن برای کلید زدن فصلی تازه میان ایران و آمریکا کافی است. بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از کیوان حسینی. برای رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران همیشه یک اولویت مهم است. رافائل گروسی که امروز به تهران سفر کرده، در این ویدئوی تبلیغاتی که حدود یک ماه پیش منتشر کرد، در تشریح فعالیت‌های آژانس در سال 2021، اول از همه به نام ایران اشاره کرد. کشوری که سالهاست در مرکز توجه فعالیت‌های این آژانس بوده. دفعه پیش که آقای گروسی به تهران سفر کرد، مسئله آژانس بازرسی از چند مکان مشکوک بود. این بار اما نه تنها به گفته رویترز آژانس به دنبال پاسخ برای کشف آثار اورانیوم در مکان‌های مشکوک است، بلکه به زودی همه بازرسی‌های فوری آژانس از اماکن مشکوک در ایران هم لغو خواهند شد. بازرسی‌هایی که فراتر از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای هستند و ایران در چارچوب برجام پذیرفت که به آنها تن بدهد. در این مدت بازرسان آژانس بارها به ایران سفر کردند و به طور مرتب فعالیت‌های هسته‌ای ایران را زیر نظر داشتند. از نظر آژانس این بازرسی‌ها یکی از مهمترین اقداماتی است که می‌تواند به جامعه جهانی اطمینان بدهد که ایران در حال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. ایران می‌گوید کلید حل این مشکل در دست واشنگتن است. یک ماه بعد از به قدرت رسیدن جو بایدن، دولت آمریکا سرانجام در دو روز اخیر گام‌های عملی برای حل مسئله برجام برداشت. مهمترین آن عقب نشینی از ادعای ناکام دولت ترامپ مبنی بر فعال شدن گزینه ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل. روز شنبه تقریبا تمامی روزنامه‌های تهران تیتر یکشان را به همین اقدامات آمریکا اختصاص دادند، اما با دو رویکرد کاملا متفاوت. هواداران دولت راضی و امیدوار به حل مسئله. روزنامه ایران اقدام آمریکا را عقب نشینی و شکست توصیف کرد و روزنامه همشهری هم این گام ها را نشانه بازگشت به گفتگو خواند.
از نگاه روزنامه شرق وضعیت حتی از این هم بهتر است و شمارش معکوس بازگشت به برجام آغاز شده. در مقابل روزنامه‌های نزدیکتر به رهبر جمهوری اسلامی راضی به نظر نمی‌رسند. کیهان نوشت که فریب نخورید و شروط سختگیرانه آیت الله خامنه ای را یادآوری کرد. روزنامه جوان اقدامات بایدن را جلسه درمانی خواند و روزنامه خراسان هم تیتر زد فقط حرف. Today is an historic day. برجام زمانی توافقی تاریخی خوانده می‌شد. حالا اما این توافق بیش از هر زمان دیگری به لحظه مرگ و زندگیش نزدیک شده. فروپاشی قطعی یا احیای کامل؟ پاسخ هنوز روشن نیست. کیوان حسینی، بی بی سی. توماس کانتریمن، معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا در امور امنیت بین الملل از واشنگتن دی سی با ما هستن. آقای کانتریمن هم اکنون رئیس انجمن کنترل تسلیحات هم هستن. آقای کانتریمن، در ایران میگن که دولت آقای بایدن گویا قصد داره که از فشارهایی که دونالد ترامپ وارد کرد همچنان بهره برداری بکنه. ادامه سیاستهای ترامپ هست با چراغ خاموش. That's not the way I see it. من اینجوری برداشت نمی کنم. اون چه که من الان دارم میبینم تقارن بسیار زیادی بین وضعیت در واشنگتن و وضعیت در تهران هست. هم در ایران و هم در آمریکا رئیس جمهورها هدف انتقادات بیوقفه از طرف افراد دوگ و تندرو هستند و هیچ کدوم از رؤسای جمهور نمیتونن نشون بدن که دارن تسلیم فشارهای طرف مقابل میشن. اون چه که من الان دارم میبینم این هست که ما در شروع یک پروسه دیپلماتیک هستیم، در زمانی که دو دولت وظیفه‌شون این هست که کمتر حرف بزنند و اجازه بدن دیپلمات‌ها کار کنند، چرا که این خواست هر دو دولت ایران و آمریکا هست که به برجام برگردند. این شدنی است. من خوشبین هستم که اتفاق می‌افته. از طریق مذاکرات خصوصی و محرمانه، نه از طریق گفتمان‌های مطبوعاتی. منظورتون این هست که باید حتما از کانال‌های محرمانه گفتگو شروع بشه یا اینکه این گفتگوها الان شروع شده؟ اون چه که دولت جو بایدن گفته این هست که دعوت اروپایی ها رو پذیرفتند برای تشکیل نشستی که فکر میکنم یک کمیسیون ویژه رو شامل بشه و شامل تمام طرف های برجام بشه و همینطور بین ایران و آمریکا. و من امیدوار هستم که این مذاکرات هم چند جانبه هم دو جانبه شروع بشه و من فکر میکنم که الان فرصت خوبی است برای برگشتن به برجام. تحولات سیاسی زیادی در تهران و واشنگتن در حال انجام شدن هست، ولی لازم هستش که هر دو دولت بسیار سریع اقدام کنند. دقیقا این زمان برای دولت ایران خیلی مهمه. دولت ایران اگر دقیق تر بگیم 3 ماه و 20 و چند روز بیشتر وقت نداره. آیا از طرف دولت آقای بایدن چنین ضرورتی درک شده، چنین ضرورتی رو به اهمیتش واقف هستند؟ من مطمئن هستم که دولت بایدن میفهمه که محدودیت‌های طرف ایرانی چی هست. اونها همچنین محدودیت‌های طرف خود آمریکایی رو میفهمند. دولت بایدن الان 1 ماه بیشتر نیست که بر سر کاره. بنابراین شما یک وضعیت خیلی نامطلوبی رو دارین. از یه طرف دولتی که تازه نفسه و تازه سر کار اومده و دولتی که روزهای آخرش رو داره تجربه میکنه. ولی همونطور که من گفتم، من خوشبین هستم که از طریق یک دیپلماسی قابل از هر دو طرف وقت برای بازگشت به برجام هنوز باقی است. به همین دلیل فکر نمی‌کنید که شاید دولت آقای بایدن فعلا زمان رو بیشتر زمان وقت کشی بدونه تا اینکه وارد عمل بشه با توجه به نزدیک شدن پایان دولت آقای روحانی؟ نه، من اصلا این فکر رو نمی‌کنم. من معتقد نیستم که تیم دولت بایدن
معتقده که مثلا با دولت بعدی ایران راحت تر هست که بخواد مذاکره کنه تا با روحانی. پرزیدنت روحانی به روشنی موضعش رو گفته، او میخواهد که به برجام بازگردد. این دقیقا همون موضع پرزیدنت بایدن هست. هیچ کس نمیدونه رئیس جمهور بعدی ایران چیست و موضع او در ارتباط با برجام چیست. برای همین من فکر کنم که دولت بایدن به خوبی از محدودیت‌های زمانی در ایران واقفه. اگر اینطور هست، اقدام‌هایی که آقای بایدن یا تیم سیاست خارجی آقای بایدن در دست گرفتند فراتر از اقدام‌های نمایشی نیست، به خاطر اینکه از منظر عملی برای ایران معنا و مفهوم زیادی نداره. مثلا الغای مکانیزم ماشه، چنین چیزی اصلا امکان نداشت که عملی بشه. چیزی رو لغو کردن که امکان عملی شدنش وجود نداشت. یا بازگشت به برجام، هنوز معلوم نیست که انجام بشه یا نشه. یا برداشتن محدودیت ها از سفر دیپلمات ها برای کشوری مثل آمریکا که میزبان سازمان ملل هست، چنین عملی طبیعی است. Well, so far, I think the steps taken are. تا الان من فکر میکنم گام‌هایی که برداشته شده فقط نمادین نیستند، ولی میفهمم که بسیار کمتر از اون چیزی هستند که ایران میخواد. برای همین فکر میکنم به جای اینکه فشار رو به طرف مقابل بیشتر بکنیم، یا فشار رو به خودمون بیشتر بکنیم، کاری که الان به نظر میاد ایران داره میکنه، وقتش هست که به طور محرمانه بشینیم و گفتگو بکنیم، به جای اینکه گام‌های خیلی پرسر و صدا برداریم. من فکر می‌کنم و نگران هستم ایران با برداشتن گام‌های تندتر برای کاهش تعهداتش نسبت به برجام داره همدردی و همسویی اتحادیه اروپا رو از دست میده. اتحادیه اروپا یک واسطه و یک میانجی در این مورد هست و ایران نباید این چیز رو از دست بده. یک سوالم می‌خواستم از شما بپرسم که این روزها تصاویری منتشر شده از اینکه گویا اسرائیل تأسیسات اتمی خودش رو گسترش میده. آیا آمریکای تحت رهبری آقای بایدن مایل هست که در این زمینه بر اسرائیل هم فشار وارد بکنه، با توجه به اینکه شما در سازمانی کار کردید که این سازمان نظارت بر گسترش سلاح‌های اتمی رو بر عهده داشته؟ I honestly don't know. راستشو بخواید واقعا نمیدونم جواب سوال شما چیست. الان من جزی از دولت نیستم. اون چه که من میدونم این هست که دولت اوباما به سختی تلاش کرد که اسرائیل، اعراب و ایران رو به دور یک میز جمع کنه تا بتونه یک فرایندی رو کلید بزنه که بتونیم حرف بزنیم راجع به خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای. انتظار من این هست که دولت بایدن همچنان نگاهش معطوف به این مسئله باقی بمونه، ولی فکر نمی‌کنم در حال حاضر این یک اولویت برای دولتی است که زیر فشارهای شدید داخلی و خارجی قرار داره. ممنونم از توماس کانتریمن، معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا در امور امنیت بین الملل در واشنگتن دی سی با ما. عباس عبدی روزنامه‌نگار هم از تهران با ماست. آقای عبدی، شاید صحبت‌های آقای کانتریمن رو شنیدید، ایشون میگفت که بایدن تقریبا آنچه که از دستش بر اومده در این یک ماه رو کرده. شما مشوق‌های تیم سیاست خارجی آقای بایدن رو کافی میدونید برای اینکه فضا رو عوض بکنه؟ نه، فکر نمی‌کنم این کافی باشه. البته آدم می‌فهمه که یه دولتی جدید اومده، یه مقدار حالا تا خودش رو جمع جور کنه وقت لازم داره، اما راه بسته نبوده که مثلا یه پیام روشنی بدن که مثلا تا این تاریخ ما این کارا رو انجام میدیم. طرف مقابل هم بفهمه، چون میدونید ایران نمیتونه سکوت بکنه و تمکین کنه به این وضعیت، به خاطر اینکه این وضعیت هیچ ته نداره، میتونه همینطوری ادامه پیدا کنه و این وضعیت به ضرر آمریکا که نیست، که حتما به ضرر ایرانه. و ضمن اینکه از دولت جدید انتظارات جدی وجود داره، همین که این دولت علیه دولت ترامپ اومده، همین که این دولت به یه شکل میشه گفت ادامه دولت آقای اوباما هستش، و همین هم که قول و قرارایی هم که قبلا داده بودن و صحبتایی که شده بود باید بشه. مثلا الان دولت جدید اومد بلافاصله برگشت به این پیمان پاریس، ولی مذاکره نکرد که
چه انتظار و توقعی که تو این قضیه مذاکره کنن؟ برجام یه فرایند مشخص داشته، حداقل 3-4 تا از دستورهای اصلی ترامپ رو نقض میتونست بکنه، هیچ احتیاج نبود، همچنان که خیلیاشو نقض کرد و این رو هم میتونست نقض کنه. حالا اگه گفتگوی چیزی هم هست در ادامه اون میتونست شکل بگیره. ولی آقای عبدی، این مشاورهایی که دولت آقای بایدن میده در فضایی داره ارائه میشه که ایران حرف از تهدید میزنه. مثلا همین الان رافائل گروسی وارد تهران شده، ایران میگه که ما اجرای پروتکل های الحاقی رو متوقف میکنیم، میدونیم غنی‌سازی 20% ادامه پیدا کرده، اورانیوم فلزی تولید شده. خب ببینید، شما فرض کنید ایران این کارا رو نمیکرد، فکر میکنید چه اتفاقی میافتاد؟ اونا میگفتن عجب پسر خوبیه، بیاید زود مثلا این تحریما رو رفع کنیم. نه، اینطوری فکر میکردن که اینا ترسیدن، پس بنابراین بهتر ادامه بدیم. ما تو نظام بین الملل که این حرفا رو نداریم که ایران در این حال که این کارا رو کرده، در بالاترین سطحش، برخلاف گفته مهمان محترمتون، در بالاترین سطح که رهبری خیلی صریح گفتن ما خیلی روشن برمیگردیم به اون نقطه ای، حتی ربطی به دولت بعدی هم نخواهد داشت، خیلی صریح اینا گفتن برمیگردیم به برجام و خیلی سازوکار روشنی داره. من مشکلم با دولت آقای بایدن اینه که از موضع اقتدار برخورد نمیکنه. موضع اقتدار این نیست که یه دولتی بیاد تعهداتش که خودش قبلا پذیرفته بوده، تو جریانش بوده، زیرش بزنه. میتونه برگرده، برای ایران هم فرصت بذاره که 20 روز، یه ماه، 10 روز شما هم برگردید به جایگاه اولتون، بعدم بشینن گفتگو کنن راجع به ادامه ماجرا یا هر چیزی که هستش. اگه بدبستونی بخواد صورت بگیره آقای عبدی، باید بین دولت بایدن و دولت آقای روحانی باشه. دولت آقای روحانی چقدر واقعا اقتدار داره در داخل ایران؟ ببینید، در این مورد به خصوص توجه داشته باشید، به نظر من این مورد هیچ مسئله دولت نیست، این مورد در حد رهبریه و موضعش هم روشنه. ایشون برخلاف مخالفای دولت که اصلا کل برجام رو قبول ندارن و جنجال میکنن، در این مورد موضع کاملا روشنیه. ایشون سریعا اینو اعلام کرده که وقتی که برگردن ما هم برمیگردیم، هیچ مشکلی نداره. این اصلا مسئله آقای روحانی نیست. اتفاقا من برای اولین باره که میبینم هم وزیر خارجه، هم رئیس جمهور و هم رهبری تقریبا حرفای مشابه همو میزنن. حتی قانون مجلس رو توجه کنید، قانونی که مجلس نوشت، دولت آنچنان آیین‌نامه‌ای براش تنظیم کرده که اونو بتونه عملا اجرایی کنه و خیلی مانعی پیش نیاد برای حل مسئله. اما نهایت اینه که مثلا برداشت پس گرفتن یه نامه از شورای امنیت در حالی که گام مثبت و خوبیه، اما فکر نمی‌کنم که ایران رو چیز کنه. ایران یه روزم براش یه روز اهمیت داره و این رو باید پیام روشنی دولت بایدن بده و به نظر من اقتدار یک دولت همینه که به تعهداتش پایبند باشه. مهمان قبلی گفت که شاید امکان گفتگو با دولت آقای روحانی آسان‌تر باشه تا یک دولت بعد، ولی شاید بسیاری از سیاستمدارها در واشنگتن با خودشون فکر میکنن که این دولت در هر صورت رفتنی است. یکی و یکی دیگه هم این که واقعا آینده ایران معلوم نیست چی میشه، بخاطر اینکه ما اصلا نمیدونیم نام‌های مطرح چیه. چرا در اینطور شرایطی دولتی وارد گفتگو بشه یا سعی کنه امتیاز بده؟ خب فرض کنید که اصلا ندونه. خب این دولت تعهد داده قبلا، متعهد شده، حتی ترامپ حق نداشته که تعهدات اوباما را نادیده بگیره. چی کار داره به مسئله داخلی ایران؟ مگه ایران میتونه به مسئله داخلی آمریکا بپرسه که مثلا رئیس جمهورش عوض شد ما این کارو بکنیم اون کارو بکنیم؟ اساسا بنیان ثبات دنیا روی این تعهداته، تعهدش رو باید انجام بده. ببینید یه نکته خیلی مهمه، برجام قرار بود اگه درست انجام بشه یک گامی باشه برای حل مسائل بعدی، کلن ایالات متحده اینو خرابش کرد. حالا میگیم آقای ترامپ اومده استثناء بوده، باشه، اما آقای بایدن که برمیگرده باید نشون بده که نه آقا، ایالات متحده متعهده به تعهداتش، بلافاصله برگردونه، بلکه ادامه پیدا کنه مسائل بعدی. گفتگو با ایالات متحده هم خارج از تصمیم رهبری به نظر من نخواهد بود. آقای عبدی، گیریم که همچین اتفاقی نیفتاد، مثلا فرض کنید که شما گفتید که آقای ترامپ خارج شد از تعهدات خودش، آقای بایدن هم سیاست وقت کشی رو در پیش گرفت، جمهوری اسلامی در اون صورت چه خواهد کرد؟ ما میدونیم که فعلا فشارهای اقتصادی بر ایران بسیار بسیار زیاده. خب
چاره ای نداره. ببینید من شخصا اگه یادتون باشه با شما هم صحبت کردم وقتی که شب انتخابات بود، گفتم بایدن یه فرصته، هیچ وقت عقیده نداشتم با اومدنش مسائل حل میشه. من فکر میکنم که این به این سوال پاسخ ندیم. چرا؟ به خاطر اینکه همون مهمان محترمتون هم همینو میگفت، میگفت امیدوار باید باشیم که حلش کنیم، چون واقعیت اینه که طرف مقابلم یه ایده هایی رو میگه که میخواد حلش بکنه، طرف ایرانی هم همینو میگه. پس بنابراین ما چرا بریم روی یه چارچوبی فکر کنیم که فعلا هیچ کدوم از دو طرف نمیخوان؟ بنابراین باید کوشش کردید که چگونه میشه این مسئله رو حلش کرد، و من فکر میکنم که راه وجود داره، فقط یه مقدار یارو شاید موانعی تو آمریکا باشه، نمیدونم. ضمن اینکه اینو بگم، این برنامه که پنجم هم میخواد شروع بشه خیلی تاثیر تعیین کننده ای نداره. حالا یه هفته، 10 روزم، 20 روزم پروتکل علاقه رو بهش نپردازن، اتفاقی نمیفته توی روابط. اما به نظرم میاد که یه فرصت مناسبی هستش که ایالات متحده هم یه گام جدی برداره. من مطمئنم، چون اینو پرسیدم از مقامات ایرانی، گفتن اصلا ما مشکل زمان نداریم، اگه به محض اینکه ایالات متحده اقدامات مناسبی رو انجام بده به سرعت، بیش از اون که مثلا سازوکار اداری هم باشه، میتونه ایران مراحلی که اومده جلو بازگرده به عقب. بسیار ممنونم از عباس عبدی، روزنامه‌نگار در تهران. در ایران ستاد ملی مقابله با کرونا هشدار داده که اگر موج چهارم شیوع این ویروس شروع شود، محدودیت رفت آمد میان شهرها برقرار خواهد شد. همزمان رئیس جمهوری ایران گفته یک سال پیش وقتی برای اولین بار ویروس کرونا در این کشور ثابت شد، نزدیک انتخابات بود و بعضی شک داشتند که این خبر را اعلام کنند، اما او دستور داد که ماجرا فوراً به اطلاع مردم برسد. این در حالی است که بسیاری دولت ایران را به پنهانکاری درباره اعلام زمان ورود کرونا متهم کردند. فیروزه اکبریان گزارش می‌دهد. 30 بهمن پارسال بود. حرف‌های رئیس جمهوری ایران در جلسه ستاد مقابله با کرونا، یک سال بعد از اعلام رسمی ورود این ویروس به ایران. ما از اون اولین روزی که فهمیدیم این ویروس وارد این کشور شده، حسن روحانی حرفهایش را با تاکید بر صداقت دولت با مردم آغاز کرد. بعضی هم اون وقت شبهه داشتن که نزدیک انتخابات، 2-3 روز دیگه انتخابات میشه، این رو بگیم نگیم. من گفتم هیچ تردید نکنید، چه انتخابات باشه چه انتخابات نباشه، هر مراسمی میخواد باشه، این مسئله شوخی نداره. اما هم درباره صداقت دولت با مردم شک و شبهه‌ای هست، هم درباره مدیریت مقابله با ویروس. از یک طرف تحقیقات مستقل نشان می‌دهد که ویروس مدت‌ها پیش از اعلام رسمی وارد کشور شده بود. از طرف دیگر زمانی هم که کرونا داشت گوشه گوشه کشور را تسخیر می‌کرد، دولت تمایلی به اعمال محدودیت‌های سفت و سخت نداشت. ما قرنطینه محله، قرنطینه شهر رو نداریم. وقتی هم که خواست از جدی بودن خطر بگوید، حنایش برای مردم چندان رنگی نداشت. یعنی اصلا این تعطیلات برای این بود به مردم بگیم آه این مسئله ویروس کرونا خیلی جدیه. همین. ایران یکی از بدترین کشورهای خاورمیانه از نظر شیوع کرونا است. با حدود 60,000 جان باخته و بیش از 1,500,000 مبتلا بر اساس آمار رسمی. در حالی که قبلاً تحقیقات بی بی سی نشان داده بود شمار واقعی بسیار بیشتر از آن چیزی است که وزارت بهداشت اعلام می کند. دولت آن زمان تکذیب می کرد. اما بعدها مقام‌های مسئول هم اذعان کردند که موارد واقعی ابتلا به مراتب بیشتر از آمار رسمی است. کشور حالا به گفته مسئولان در آستانه موج چهارم قرار دارد. ستاد مقابله با کرونا گفته اگر موج چهارم شروع شود، محدودیت تردد بین شهری اعمال خواهد شد. نگرانی هایی هم از شیوع کرونا در کشورهای همسایه است. شواهدی از گردش ویروس در کشور عراق وجود داره. در مورد مرزهای غربی کشور میبایست بسیار اقدامات سختگیرانه‌ای برای عبور و مرور صورت بگیره. خوزستان همچنان یکی از بدترین استان‌ها از نظر شیوع کرونا است. بر اساس آمار رسمی همه شهرهای قرمز در این استان هستند، یعنی شهرهای آبادان، اهواز، ماهشهر، خرمشهر، دسفول، دشت آزادگان، رام هرمز، شادگان، شوشتر، کارون و هویزه. روند واکسیناسیون به کندی صورت می‌گیرد. اولویت بندی‌ها برای توزیع واکسن هم بی‌حاشیه نبوده.
پریروز مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به وزارت بهداشت هنرمندان را همپای کادر درمان خواند و خواست سهمیه‌ای برای آنها در نظر گرفته شود. حرف‌های او انتقادهایی به دنبال داشت، از جمله از طرف فاطمه معتمد آریا، بازیگر سینما. من خبر هر گونه فعالیت در ارتباط با اولویت واکسیناسیون هنرمندان سینما و تئاتر رو تکذیب می‌کنم. اولویت واکسیناسیون گسترده و بی‌وقفه همه مردم ایران است. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا هم بدون اشاره به این موضوع گفت: تزریق واکسن تنها و تنها بر اساس اولویت بندی که ستاد ملی مقابله با کرونا و سند ملی واکسیناسیون رو تایید کردن صورت خواهد پذیرفت. ببینید سطح شهر ترافیکو. کمتر از یک ماه به تعطیلات نوروزی مانده. احتمالاً یکی از چالش‌های مهم دولت در یک ماه پیش رو این خواهد بود که از مردم بخواهد به جای دید و بازدید و سفر نوروزی در خانه بمانند. فیروزه اکبریان، بی بی سی. 21 فوریه روز جهانی زبان مادری است، روزی که ریشه‌اش به تظاهرات خونین دانشجویان بنگالی برمی‌گردد که حدود 6 دهه پیش قبل از استقلال بنگلادش از پاکستان برای به رسمیت شناختن زبان مادریشان به عنوان زبان دوم دست به اعتراض زدند. یونسکو بعدها این روز رو برای کمک به تنوع زبانی و فرهنگی روز زبان مادری نامید. ایران به عنوان یک کشور چند زبانه هنوز نتوانسته از نظام آموزشی تک زبانه عبور کند. مدافعان آموزش به زبان مادری میگویند انکار این حق به معنای سیاست یکسانسازی فرهنگی است. در مقابل مخالفان آموزش به زبان مادری پیاده کردن این برنامه را باعث گسست جامعه ایران میدانند. سوران قربانی گزارش میدهد. ایران یک رنگین کمان زبانی و فرهنگی با یک زبان رسمی. هر سال با به صدا در آمدن زنگ مدارس نزدیک به 15 میلیون دانش آموز راهی مدرسه می شوند. اما برای بسیاری از آنها که زبانشان فارسی نیست، تدریس به زبانی که بر آن تسلط ندارند چالش روزانه می شود. امیر کلان پژوهشگر آموزش زبان از منتقدان نظام آموزش تک زبان است. تدریس به زبان مادری یک حقه. آیتم دوم اینه که تدریس به زبان مادری یکی از حقوق بشره. شما وقتی که وارد این مدرسه میشید که زبانش رو نمیدونید و دائم هر روز تحت فشارید، شما عملاً شما تبدیل میشید به کسی که زبانتون ازتون گرفتن. من یکی از این چند میلیون کودکی بودم که در ایران به دلیل عدم آموزش به زبان مادری مشکلات جدی داشتم. از همون روزهای اول مدرسه اعتماد به نفسم رو از دست دادم. اعتماد به نفسی که سالها طول کشید تا آن رو دوباره به دست بیارم. از آنجا که این مشکل تنها به ایران محدود نمی شود، یونسکو برای حمایت از تنوع زبانی و فرهنگی روز 21 فوریه دوم اسفند را روز جهانی زبان مادری نامگذاری کرده. به گزارش سازمان ملل، بیش از نیمی از حدود 7000 زبان موجود در جهان در خطر از بین رفتن هستند و تنها درصد کمی از این زبانها در سیستم‌های آموزشی و فضاهای عمومی به کار می‌روند. وقتی که نگاه می‌کنیم به ساختارهای آموزشی سیستم حاکم، می‌بینیم که اصولاً این ساختارهای آموزشی تک تک آجرهای این ساختارها بر مبنای تبعیض شکل گرفته. اصل 15 قانون اساسی ایران میگوید استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است. با سوالی مونده آقای بشاره. خب این به نظر من کافی نیست، نمیتونه این حق بنیادین رو اجرا کنه. علارغم وجود اصل 15 قانون اساسی، بارها فعالان حوزه زبان و فرهنگ‌های غیرفارسی توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده و سر از زندان درآورده‌اند. به نظر میرسه که همیشه یک نگاه امنیتی بوده، یک افرادی هستند که میترسند که اگر این زبان غیرفارس‌ها به اصطلاح تدریس بشه هویت ایرانی به خطر بیفته. اگر بنا بشود در هر منطقه کتاب‌های درسی به زبان اون منطقه تنظیم بشود، از هم فاصله میگیریم، وحدت ملی متزلزل میشه. زبان مادری حق تک تک افراد جامعه است و هر کسی باید به زبان مادری خودش تحصیل کنه.
تازه ترین مورد حکم 5 سال زندان برای زهرا محمدی معلم زبان کردی یا علیرضا فرشی که به دلیل گرامی داشت زبان مادری و پخش کتاب‌های ترکی در حال گذراندن 2 سال حکم زندان است. چون اگه شما کوچکترین علاقه‌ای به حفظ فرهنگ‌ها به زبان‌ها اگه کوچکترین علاقه‌ای به بالندگی دانش آموزان داشته باشید میدونید که باید یه سیستم چند زبانه داشته باشید. در بعضی از کشورهای چند زبانه دنیا مدل‌های مختلفی برای آموزش زبان مادری وجود دارد. با وجود نظریه‌ها و الگوهای گوناگون، نظام‌های سیاسی ایران در یک سده گذشته نتوانستند از زبان‌های جغرافیایی ایران محافظت کنند. با گذشت زمان، زبان‌های کوچکتر رو به انقراض می‌روند و رنگ‌هایی از رنگین کمان زبانی و فرهنگی ایران ناپدید می‌شوند. سوران قربانی، BBC. تیرداد بنکدار، پژوهشگر سیاسی از تهران با ما هستن. آقای بنکدار معتقدن آموزش زبان مادری قابل پذیرشه، ولی آموزش به زبان مادری معنای منطقی و مبنای منطقی نداره. امیر کلان که در گزارش هم بود، استاد آموزش چند زبانی در دانشگاه مکگیل کانادا هم از اوهایو با ما هستن. آقای کلان معتقدن باید از تدریس زبان مادری استقبال کرد، اما بر اساس پژوهش‌ها تدریس به زبان مادری کارآمدی بیشتری داره. اجازه بدید که سوال اول رو از آقای کلان بپرسم. آقای کلان، زبان یک عنصر وحدت ملی در ایران هم هست، به این معنا که شما الان با زبان فارسی میتونید از گنبد کاووس تا مریوان حرف بزنید. چه اشکالی داره این؟ این اصلا هیچ اشکالی نداره. چیزی که شما دارید میگین اینه که زبان فارسی مهمه توی جامعه پژوهشی و توی جامعه علمی و همینطور بین بسیاری از فعالان حقوق زبانی که من باشون سر کار دارم. هیچ کس به دنبال حذف زبان فارسی نیست. مدلی که ما دنبالش میگردیم مدل هم این و همانیه. زبان فارسی به عنوان یک زبان میانجی و حتی زبان‌های دیگه، فرض کنید مثلا زبان انگلیسی به عنوان یک زبان بین‌المللی، کماکان میتونه در دسترس دانش آموزان قرار بگیره به صورت جدی. ولی مسئله اینه که زبان مادری دانش آموزان باید قسمت مهمی از تعلیم و تعلم، مخصوصا در دوران ابتدایی باشه. کسی هیچ مشکلی با ادامه پیدا کردن نقش زبان فارسی توی کانتکست ایران نداره. آقای کلان، سوال دوم رو واسم از شما میپرسم، به خاطر اینکه اگر ما به تجربه تدریس زبان عربی در ایران نگاه بکنیم، از مقاطع بسیار آغازین زبان عربی در ایران تدریس میشه، ولی شما نمیتونید بگید که عده زیادی از مردم ایران قادرن به زبان عربی تکلم بکنن. دقیقاً. ممنونم از سوالتون، برای که سوالتون در حقیقت موضع منو نسبت به مهمان دیگه تقویت میکنه. دقیقاً نوع تدریس زبان عربی که به صورت تدریس ماده درسی بوده با محدودیت زمانی، فکر کنم یه چیزی یک ساعت یا 2 ساعت در هفته بوده، نشون میده که اصولا این نوع تدریس به نتیجه خاصی نمی انجامه. ما سیستمی که احتیاج داریم، سیستمیه که ما بهش توی دانشگاه میگیم سیستم شناور چند زبانی یا 2 زبانی، که در اون زبان مادری بچه ها باید یک محوریت پیدا بکنه. همونجوری که گفتین، همونجوری که ما تو عربی میبینیم، اگر زبانهای دیگر هم به صورت تک درسی اونجوری که دوستمون علاقه دارن اجرا بکنیم، گرچه خیلی کار خوبیه و من شخصا استقبال میکنم ازش، اما به نتیجه خاصی نمیرسه. ما به یک سیستم سیال چند زبانه احتیاج داریم با حضور بسیار پررنگ زبان مادری، مخصوصا در مقطع ابتدایی. آقای بنکدار، نظر شما چیه؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان محترمتون و مهمان گرامیتون. در مورد آموزش زبان مادری، خب این به خیلی تعیین کننده است. نکته که آقای دکتر فرمودم، فکر میکنم که حالا اشارهی که داشتن که در کنار زبان فارسی زبانهای دیگه تدریس بشه. البته یه مثال اشتباهی من فکر میکنم این وسط زده شد، تدریس زبان عربی در مدارس ایران. قطعا حالا بعد خیلی از بزرگواران به ویژه آقای دکتر مستحضر باشن که زبان عربی نوشتاری لزوما برابر با زبان عربی محاوره ای نیست و ما زبان عربی که در مدارس ایران تدریس میشه نوعی زبان عربی نوشتاری کهنه که برای متون مذهبی و اینا خیلی کاربرد داره و اون این حالا شاید خیلی مثال گویایی نباشه.
اما این که ما میگیم که این قضیه زبان مادری، مسئله اینه که ما بر اساس یک سری مفروضاتی که به باور من نادرسته به یک نتایج نادرسته هم طبیعتاً رسید میرسن. نگاهی که شاید مهمان محترم دیگتون یا خیلی از طرفداران حالا این مقوله چند زبانی اینا داشته باشن اینه که زبان فارسی رو به یه زبان قومی فرو بکنن، در صورتی که واقعا زبان فارسی یک زبان قومی نبوده بلکه یک زبان تمدنی بوده. گستره زبان فارسی محدود به جغرافیای یک قوم خاص یا قوم موهومی به اسم قوم فارس که حالا خیلی از عزیزان صحبتشون میکنن نبوده. این زبان در حتی جغرافیایی شاید وسیع‌تر از جغرافیای فرهنگی ایران مورد استفاده بوده. ما یک دوره‌ای داریم از شعرهای پارسیگوی هندی، ما شاهد دورانی هستیم که سلاطین عثمانی از افتخاراتشون این بوده که مثلا بتونن به که از بحث دور نشیم. پیشنهاد شما چیه؟ یعنی می‌فرمایید که زبان فارسی همینطور که الان به عنوان زبان معیار مد نظر هست باشه، در کنارش حالا اقوام زبان خودشون رو هم داشته باشن، منظورتون اینه؟ ببینید جز اولا که یه سری حرفای زده میشه مشخصا بر اساس یک سری ذهنیات نادرست. ما اگر که پژوهشگر گرامی دانشگاه مکگیل تشریف برده باشن توی کلاس‌های درسی که تو نواحی حالا غیر فارسی زبان ایران برگزار میشه، میبینن که اصلا شاید توی کلاس به زبان دیگه صحبت میشه، به زبان محلی صحبت میشه، ولی کتب فارسی درس داده میشه. و این مقدمه که من عرض میکردم میخواستم به اینجا برسم که زبان فارسی یک زبان بیگانه‌ای برای مردم ایران نیست، برای ملت ایران نیست. ما شعرهای پارسیگوی ما قرنها تو آذربایجان بودن. ما یکی از بزرگترین آرامگاه‌های شعرهای فارسی در تبریز، مقبره شعرهای تبریزه که قرنها به فارسی در آذربایجان شعر سروده شده. شعرهای بزرگی داشتیم، نظامی گنجوی، قطران تبریزی، حالا به طور مثال. و این که به خدمت شما عرض کنم که ما بخوایم که بگیم که مثلا زبان فارسی یه زبانیه که اومده تحمیل شده به گروهی تو در جامعه ایران، این واقعا نه به لحاظ تاریخی صحیحه، نه با واقعیت جامعه تطبیق داره. و این نیست که مثلا یک عده‌ای بیان با یک زبان بیگانه‌ای مواجه بشن. من فکر می‌کنم آقای دکتر ایده‌هاشون خیلی خوبه که در مورد مثلا کانادا مطرح کنن. کانادا خوب. اگه ایران تک زبانیه، کانادا دو زبانه است، فرانسه و انگلیسه، چرا برای مثلا جامعه ایرانی کانادا همچین مطالبه‌ای رو ندارن که یک آموزش شناور چند زبانی داشته باشن؟ مثلا ایرانی جامعه ایرانیان مهاجر یا حالا هر جامعه مهاجر دیگه‌ای که تو کانادا هست همزمان در کنار انگلیسی یا فرانسه‌ای که حالا بر اساس اون ایالات هست این آموزش ببینن، به چند زبان آموزش ببینن. اگر کانادا مثلا آمریکا اینا آیا جامعه مهاجر مثلا باید به زبان خودش درس بخونه؟ خوشحال میشم که در این مورد صحبت کنم چون خیلی مهمه. بله، دانش آموزانی که زبان مادریشون زبان فارسی هستن توی آنتاریو تورنتو جزء گروهی از دانش آموزان هستن که بیشترین مقدار ترک تحصیل رو دارن. جامعه ایرانیان، من اطلاعات این رو توی سوشال میدیام حدود چند دو سال سه سال پیش حتی شیر کردم و مورد توجه جامعه توی تورنتو قرار گرفت. مهاجران فارسی زبان آنتاریو دچار مشکلات عدیده‌ای هستند، گرچه مدارس فارسی هست، مراکزی هستند که بدون اینکه دستگیر بشن دارن زبان فارسی رو به بچه‌ها درس میدن. اتفاقا مورد تورنتو خیلی مورد خوبیه، برای اینکه من خودم با دوستان همکاری میکنیم که داریم سعی میکنیم زبانهای پنجابی و زبان مندرین رو به عنوان دو زبانی که پرتعدادترین گویشوران رو توی تورنتو دارن وارد سیستم آموزشی بکنیم و سیستم آنتریو رو تبدیل بکنیم به حالت سیستم آنتریو رو مجبور بکنیم که حالت شناور بیشتری داشته باشه و به اضافه فرانسه و انگلیسی بتونه زبانهای دیگر رو جا بده. اینی که دو تا زبان رسمی رو میبینید لزوماً معناش این نیست که گروه های زبانی مختلف تلاشی نمی کنند. البته وقتی که در مورد زبان پنجابی و زبان مندرین تو تورنتو صحبت میکنیم اینو یادمون نره که ما داریم تلاش میکنیم که بتونیم حمایت دولتی رو برای سرمایه گذاری بگیریم، وگرنه همین الان مدارس مندرین توی کانادا هستن، توی تورنتو هستن و داره این اجرا میشه. خب آقای وزیر دفاع کانادا در حقیقت رگ و ریشه هندی داشت و با همون لباس سنتی خودش هم خیلی وقتا ظاهر میشد. اگر او به انگلیسی یا فرانسه تسلط نداشت میتونست به چنین جایگاهی برسه؟
چیزی که من دارم میشنوم از شما اینه که شما دارید میگین زبان میانجی زبان مهمیه. همونجوری که من اینو تکرار که بارها تکرار کردم، کسی با این مخالفتی نداره. بحث ما بحث یا این یا آن نیست. بحث ما هم نه این تسلط هم به زبان هم بسیار مهمه. یعنی یه وقتی بله. شما ممکنه با یه زبان آشنایی داشته باشید، یه وقتی ممکنه که بتونید در پارلمان از حقوق خودتون با اون زبان دفاع بکنید و یک سخنرانی مثلا تاثیرگذار ارائه بکنید. دقیقاً. بحث تسلط که میکنید حالتهای مختلفی داره. شما دارید در مورد مسئله سیاسی صحبت میکنید. شما اگر وارد سیاست توی کانادا بخواید بشید، باید هر دو زبان با تسلط صحبت بکنید، وگرنه شما مثلا نمیتونید نماینده مجلس بشید. اما بحث تسلط توی مدارس هم مهمه. چیزی که ما میگیم اینه که نه تنها باید سیستم آموزش چند زبانه با محوریت زبان مادری وجود داشته باشه، بلکه زبان میانجی باید به صورت خیلی خوبی تدریس بشه. با سیستم ناکارآمد آموزشی که ما الان داریم، زبان فارسی هم حتی به بچه‌های اتنیسیتی‌های مختلف خوب تدریس نمیشه. آقای بنکدار، خیلی از کسانی که تجربه زندگی در کشورهایی که یک زبان به عنوان زبان رسمی و زبان مسلط هست دارن، ناراضی‌اند، شاکی‌اند. نمونهش در گزارش هم اشاره شد، اینها خودشون رو نمی‌بینن، خیلی وقتا هم در ارتباط برقرار کردن دچار مشکل هستن. ببینین، شما می‌فرمایید مقوله مهاجرت، مثلا حالا طبیعتاً یک مهاجر ممکنه حالا اگر بیاد مثلا فرض بفرمایید کشور انگلیسی زبان بره، شاید حالا یه آشنایی ابتدایی داشته باشه، ولی شاید به خیلی کشور دیگه بره آشنایی ابتدایی هم حتی نداشته باشه. این خیلی قابل مقایسه نیست به باور بنده با زبان فارسی، که هر ایرانی از حالا اطراف و اکناف این کشور با این زبان اخت داره و این جوری نیست که مثلا زبان فارسی به مثابه یک زبان بیگانه بخواد در نظر بگیره. آقای بنکدار، شما خودتون مقایسه کردید، با آقای کلان گفتید که جامعه مهاجر هم بیاد تقاضا بکنه که زبانش زبان رسمی باشه و از همین زبان استفاده بکنه. نه، ایشون گفتن که ایشون یافته های پژوهشیشون رو به عنوان قطعیت مطرح کردن. بنده عرض کردم که اگر این قطعیت خیلی چیز داره، خیلی اعتبار داره، میشه تو کشورهای پیشرفته اینو در نظر داشت و رفت جلو، که خودشون هم اذعان داشتن که همچین چیزی هم در کانادا مثلا نیست. کانادا، ما الان کانادا هم یک سیستم آموزشی مطلقاً دو زبانه داره. دو زبانه بودنش هم به خاطر شرایط تاریخی خاصیه که داره، که حالا اون مستعمره نشینای فرانسوی و انگلیسی ها بعد از جنگ و اینا که گرفتن، تضمین کردن که به خدمت شما که این حقوق زبانیشون رو حفظ بکنن که اینا تو اون اتحادیه بمونن. موردی که بنده عرض دارم میکنم اینه که مقایسه زبان فارسی به عنوان زبان ملی ایران با زبان یک مهاجر به یک کشور خارجی مقایسه اساساً غلطیه، چون یک مهاجر ممکنه با زبان کشور دوم، کشوری که واردش میشه، آشنایی اصلا حداقلی هم نداشته باشه، ولی در ایران خیلی این چیز دور از ذهنیه که ولی مثلا خب خیلی از اقلیت‌ها در ایران که مهاجر هم نیستن و از ساکنان اصلی ایران هم به حساب میان، از تبعیض زبانی گلایه دارن، بسیار هم گفتن. تبعیض زبانی، ببینین شما، تبعیض، ما یه سری واژگان رو به کار میبریم بدون اینکه به معانیشون دقت بکنیم. تبعیض یعنی ممانعت سیستماتیک از دستیابی شما به دستیابی فرد یا گروهی خاص به منابع قدرت و ثروت. در کجای ایران کسی به علت تکلم به زبان خاصی از دسترسی به منابع قدرت و ثروت محروم بوده؟ این مطلقاً در ایران مصداق نداره. بعد یک موضوع مهمی که هست اینه که هویت ایرانی، هویت ملی ایران، یک هویت قومی نیست، مثل خیلی از کشورهای همسایه ما که ممکنه مثلا گروه های اقلیت قومیشون رو نتونن بپذیرن، حالا اون چنگانگی قومیشون رو. ما تو ایران، ما تو جشنامون، تو عزاداریامون، از نوروز بگیرین تا عاشورا بگیرین تا همه چی، میبینین که این قالب یکسان، نوروز برگزار میشه، عاشورا برگزار میشه، ممکنه که به زبان فارسی مثلا جشن بگیرن یا عزاداری بکنن، ممکنه به زبان ترکی آذری بکنن. بسه. یا الاخر. آقای کلان، من از قضا اتفاقا با ایشون موافقم که شاید سیستم کانادا بهترین مثال برای ما نباشه. ما در مورد کانادا صحبت کردیم چون ایشون پیشنهاد دادن. اتفاقا اگر که نظر ایشون درسته که ایران یک سری پیچیدگی‌های فرهنگی و زبانی خیلی بیشتر و قدمت بیشتری داره از جوامع استعماری مثل کانادا یا آمریکا، برای اینکه ببینن که نتیجه اون این نوع سیستم چی میشه، من دعوت می‌کنم از ایشونو که در مورد کانتکست هند بخونن،
من خودم در موردش نوشتم و صحبت کردم. کانتکست هند یک کانتکست خیلی نزدیکی به کانتکست ایرانه و ما می‌بینیم که هندی‌ها چقدر با انعطاف فکری، با خلاقیت فکری و با پیروی از حقوق بشر تونستن که یک سیستم بسیار موفق شناور آموزش چند زبانه رو به وجود بیارن. پس همینجوری که می‌بینیم چه در سیستم‌های غربی که من با ایشون موافقم با ما تفاوت دارن، چه در سیستم‌های شرقی مثل کانتکست هند و همینطور حتی بعضی کشورهای آفریقایی که به ایران خیلی نزدیک‌ترن، ما می‌تونیم سیستم‌های سیال چند زبانی رو داشته باشیم. متاسفانه ایران شاید بعد از ترکیه تو این منطقه یکی از بدترین کارنامه ها رو در این مورد داره که نباید اینجوری باشه. آقای بنکدار، سیستم سیال چند زبانه مدل هند؟ مدل هند که میفرمایند، من بهترین پاسخی که میتونم بدم، میتونم ایشون رو ارجاع بدم به نظریات جناب آقای فرید زکریا در کتاب آینده آزادی. ایشون که قطعا میشناسن که ایشون خودشون هندی هستن، آمریکایی هندی تبار و تحلیلگرن، ایشون در این کتاب نقدهای بسیار محکمی میکنن به این حکومت چند قوم، یعنی به نوعی قوم مدارانهی که تو هند هست و اونو به عنوان یک مانع خیلی جدی در توسعه هند در نظر میگیرن. و هند هم حالا بله در خیلی از زمینه‌ها کشور قابل تحسینیه، خیلی خوب پیش رفته، خیلی چیز بوده، ولی مسئله‌ای که هست مشخصا اینه که هند دچار گسستای وحشتناک قومی و اجتماعی هست. حالا این سیستم چند زبانه‌ای هم که مطرح می‌فرمایند که پیش شده، باعث نشده که نمیدونم اون تعارض قومی که بین اقوام مختلف این کشور هست فروکش بکنه و مسئله اون تضادهای قومی هم که تو هندوستان هست قابل تعمیم به ایران نیست. ما الان توی هند، من فقط اینم اضافه کنم، توی هند شاید قطبهای قومی داریم ما تو جامعه هند، ولی در جامعه ایران اینطوری نیست. خود بنده والدینم یکیشون فارسی زبانه، یکیشون آذری زبانه. تو ایران ما قطبهای قومی نداریم. تو ایران اقوام ایرانی در هم تنیده، به مراتب در هم تنیده تر از اون هستن که بخوایم با این خط‌کشی‌های قومی و زبانی بگیم که مثلا اینا باید جدا بشن و غیریت سازی بکنیم و بسیار ممنونم از تیرداد بنکدار، پژوهشگر سیاسی در تهران، و امیر کلان، استاد آموزش چند زبانی در دانشگاه مکگیل کانادا. مردم آسیب دیده از زلزله در شهر سیسخت در استان کهگیلویه و بویر احمد ایران دیشب را هم در سرمای زیر صفر در خیابان‌ها به صبح رساندند. مقام‌های مسئول در بازدید از منطقه وعده کمک‌های بلاعوض وام و اسکان موقت دادند، اما خیلی از اهالی از نحوه کمک رسانی شکایت دارند و می‌گویند که نگرانند بعد از چند روز وعده‌ها فراموش شود. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. بعد 11:30 شب شهر سیسخت، دومین شبی که مردم زلزله زده در سرمای زمستان صبح می کنند. بیرون خونه هاشون آتیش درست کردن و تا صبح مجبورن کنار آتیش تو این سرمای منفی 5000 سانتیگراد زیر صفر تحمل کنند. بلایی که زلزله بر سر خانه های مردم آورده. دیوار خانه ها دهن باز کرده یا کاملا فرو ریخته. وسایل زندگیشان زیر تلی از آوار. زلزله سه روز پیش شهر کوهستانی سیسخت در استان کهگیلویه و بویر احمد را لرزاند. 70% خانه های مردم آسیب دیده. بیش از 3000 ساختمان. مسئولان کشوری هم پای کار آمدند. تلویزیون ایران از کمک رسانی و حضور مسئولان خبر می دهد. به گفته آقای کلانتری، خوشبختانه مشکلی در عرضه خدمات عمومی از جمله برق، گاز و آب به زلزله زدگان سیسخت وجود ندارد. وزیر راه هم از منطقه بازدید کرده و وعده کمک داده. روحیه مردم هم الحمدلله خوبه، مردم بسیار نجیب و با کفایتی هستن مردم منطقه و خوب‌العاده همراه. امیدوار هستیم که انشالله جریان بازسازی هم بتونه صورت بگیره. برای اسکان موقت بعد از این اسکان اضطراری، گزینه‌ای که وجود داشته اینه که ما 20 میلیون تومان به هر خانواده‌ای رو تقدیم بکنیم که خودشون تصمیم بگیرن که این دوره موقت که ساختمانشون میخواد ساخته بشه در کجا اسکان داشته باشن. روایت مردم اما متفاوت است. علی رغم اینکه دو روز از زلزله میگذره و خونه زندگی مردم رو میبینید، خب دولت مردان اول اعلام کردن که آقا تخریب جزئی هست، بعد اومدن و عمق فاجعه رو دیدن. الان بعد از گذشت 48 ساعت این بندگان خدا هیچ کدومشون جهت اسکان حتی اسکان موقتشون هم هیچ برنامه‌ای
متاسفانه نبوده. آقا این مردم حقشون این نیست. شاید همین تفاوت روایت ها بعضی را خشمگین کرده. ننگتون با دولت مردان بیشرف، ننگتون با صدا سیمای میلی که علکی دارید میگید 50 خونه بیشتر ترای برده داشته. از وضعیت ما از دیشب تا حالا یکی نیومده سراغ ما را بگیره. مردی میگوید برای دریافت چادر چند جا مراجعه کرده، اما چادرها را به غیر بومی ها میدهند. نصف مردم توضیح کردن همش غریبه بی، همش غیر بومی بی، نه مدیریتی بی، نه هیچ نهی. بعضی اگر مسئولی ببینند نارضایتیشان را فریاد میزنند. میترسند آبها که از آسیاب افتاد دیگر پیدایشان نکنند. حاصل یک عمر تلاششان را بلایی طبیعی از بین برده. و چشم انتظار کمکند. شوهر و مریضه. پرهام قبادی، بی بی سی. آرش نیکخو، فعال اجتماعی، از وضعیت در سیسخت به ما گفت. وضعیت منطقه الان به شکلی هستش که تقریبا میشه گفت یک سوم مردم چادر هنوز دریافت نکردند، پتو و لوازم بهداشتی هم همچنین. هلال احمر قرار بود و قول داده بود که تا امروز شنبه عصر حتما تمام مردم رو از لحاظ چادر و وسایل گرمایشی کاملا تجهیز بکنه، ولی اطلاعات کاملا دقیقی که ما داریم هنوز همچین اتفاقی رخ نداده. تقریبا 3700 خانه آسیب جدی وارد شد در سیسخت و بیشتر در واقع تخریبات هم در خود سیسخت بوده. با توجه به فاصله‌ای که روستاها داشتن، خانه‌هایی که در روستاها دچار خسارت شدن هنوز قابل سکونت هستند، ولی باید ارزیاب‌ها هم به روستاها در واقع ارسال بشه که بتونن برآورد خسارت کنن. در مجموع فعلا امروز و دیشب متاسفانه مردم سیسخت از وضعیت امکانات راضی نبودن. برخی از مردم به همراه خانواده هاشون در ماشین، درون ماشین های شخصی خودشون خوابیدن. هوا هم منفی 6 درجه سانتیگراد بود دیشب. گروه های مردمی کمپ هایی رو تشکیل دادن، آماده شدن، ولی اون چیزی که به دست ما رسیده بود و دوستان ما به ما گزارش داده بودن و اتفاقا در اطلاعیه خود ستاد ساماندهی مردمی هم اونجا حضور داشت و این اطلاعیه رو منتشر کرده بود، به مردم گفته بود که آرامش خودتون رو حفظ کنین، هنوز کمک های مردمی به دست ما نرسید. و متاسفانه یک وفاق ملی برای کمک های مردمی از سراسر کشور شکل نگرفت. اینکه ما مثلا بتونیم یک فضایی رو ایجاد کنیم که از سراسر کشور امکانات به سمت منطقه سرازیر بشه، این مهم به وجود نیومد متاسفانه. و امکانات دولتی هم که متاسفانه مثل همیشه تقریبا ناقص هستش و جوابگوی نیازهای مردم نیستش. امیدواریم با تلاش هایی که داره صورت میگیره، گروه های مردمی که دارن کمک هایی رو جمع آوری میکنن، به زودی این کمک ها هم به دست مردم برسه که مردم بتونن زودتر چادر به دستشون برسه که حداقل امکانات هستش، همچنین لوازم بهداشتی و گرمایشی مثل پتو و غذاهای گرم و کنسروی. آرش نیکخو بود، فعال اجتماعی که از وضعیت در سیسخت به ما گفت. فرود موفقیت‌آمیز پیشرفته ترین کاوشگر ناسا روی مریخ، نام یکی از زنان همکار در این پروژه بزرگ رو بر سر زبان‌ها انداخته. علی خردپیر نگاهی کرده به نقش سواتی موهان، مدیر عملیات هدایت و کنترل و همکاری زنان دیگر در این پروژه علمی. روایت یک موفقیت، برداشتن گامی بلند با پشتوانه سالها تلاش و سرانجام سفری 7 ماهه به سیاره سرخ. ماموریتی برای کاوش در مریخ، اجرای طرحی که مدیون کار گروهی است و تصویری از همکاری دانشمندان فارغ از ملیت، مذهب و جنسیت. شوق فرود کاوشگر پیشرفته پرسویرنس بر مریخ اما ارمغان نقش‌آفرینی زنان در این تیم بزرگ بود.
راوی فرود کاوشگر پرسویرنس عضوی از این گروه در ناساست که خود به ستاره بدل شد. سواتی موهان یک سال پس از آن که در بنگلور هند به دنیا آمد، خانوادهش به آمریکا مهاجرت کرد. راه تحصیل را پیش گرفت و از دانشگاه MIT دکترا گرفت. سواتی موهان از 16 سالگی راهش را انتخاب کرد. نقشه راه برای اینکه پزشک اطفال شود مهیا بود، اما فیزیک را برگزید و مسیر رویاهایش را پیش گرفت. از سال 2013 به این طرح ناسا برای کاوش در مریخ پیوست. حالا صدایش با خبر نخستین فرود بر مریخ عجین شده. او بود که در جایگاه مدیر عملیات هدایت و کنترل فرود کاوشگر بر مریخ را تایید کرد. از دیگر زنانی که نقشی کلیدی در این مأموریت علمی داشتند، جنیفر تروسپر است. دختر خانواده کشاورز در اوهایو، مادر سه کودک که در مقام معاون نقش بسزایی در مدیریت این طرح داشت. یا میمی آنگ که 53 سال پیش در آمریکا به دنیا آمد، کمتر از 3 سال داشت که به میانمار برده شد. برای تحصیل اما خانواده‌اش اجازه داد در 16 سالگی به آمریکا برگردد. او امروز یکی از مدیران طرح توسعه فناوری بالگرد مریخ است. خیلی هیجان آوره. ما روی بالگرد مریخ بیشتر از 6 سال کار کردیم و آزمایش کردیم و با دقت برای ماموریت مریخ طراحیش کردیم. چیزی که تو ذهنم میگذره اینه که این بالگرد آخر سر به جایی رسید که براش طراحی شده بود. امروز همکاری چشمگیر زنان به یافتن پاسخ این سوال خلاصه نمی شود که آیا در مریخ زندگی وجود داشته؟ و برجسته شدن نام امثال سواتی موهان تقدیری از یک کار جمعی است، اما درخشیدن نام و چهره آنان که در این پروژه مشارکت کردند یادآوری این حقیقت است که جنسیت دیگر بهانه‌ای مؤثر برای جداسازی انسان‌ها نیست. علی خردپیر، BBC. ممنونم از اینکه 60 دقیقه تا آخر تماشا کردید.